کله های گمشده میمون کوچک کله های گمشده میمون کوچک نویسنده لانگ لسپو. نگارگر یووم کوسال برگردان به فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده ملیحه بهرام میمون کوچک در خانه در یک درخت بزرگ زندگی می کند او هرگز وسایلش را مرتب نمی کند از این سبب خانهاش همیشه بسیار نامرتب است. یک صبح صدای میمون کوچک از خانه درختیش شنیده شد. کجا هستند؟ گم شدن؟ بستای کیله من کجا هستن؟ کجا رفتن؟ میمون کوچک از زنبور اصل پرسید. زنبور اصل؟ زنبور اصل؟ کلای مرا تو خوردی؟ وز, وز 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 زنبور اصل پاسخ داد. من شد و گرده های گیان را می خورم. من کلا نمی خورم. میمون کوچک از مار پرسید. مار، مار، آیا تو کلای مرا خوردی؟ هیس. مار جواب داد. من هیچ چیزی درباره کله های تو نمی دانم. مزاحم من نشو. میمون کوچک گرس نبود. او با خود فکر کرد. من همه جا را جستجو کردم. داخل و خارج خانه. همه جا. کلای من گم شده است. او باز هم جستجو کرد روی میز و زیر تخت را پالید با خود گفت من هنوز آنها را نیافتم من کلهای خود را پیدا کرده نتانستم میمون کوچک بسیار عصبانی شد او پاهای خود را ب زمین زد و به گریه شروع کرد من بسیار گرسنه هستم کله من گم شده است من چیزی برای خوردن ندارم میمون کوچک غمگینانه از بالکنی خانه خود به بیرون نگاه میکرد آه صبر کن با خود گفت ای پوست های کجا شدن؟ یک، دو، سه، چار، چقدر زیاد؟ او آنجا یک خرگوش است پس های مرا همین خرگوش خورده است میمون کوچک فریاد زد خرگوش تو کلای مرا خو میخوری؟ خرگوش جواب داد نه میمون کوچک من کلای تو را نمیخورم آنجا را ببین من خودم کله پرورش میدهم در این وقت خرگوش به زیر درخت میمون کوچک آمد و به میمون کوچک گفت تو بسیار گرسنه به نظر آیی بیا یک بست از کلای مرا بگیر میمون کوچک بسیار خوشحال شد و به خرگوش گفت تشکر بسیار تشکر خرگوش اما اما کلای مرا کی گرفته است ناگهان چیزی به یاد میمون کوچک آمد او حالا یادم آمد من دیشب بسیار گرسنه بودم و تمام کله ها را خوردم سطح خانش این کتاب دو است و برای کودکان در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واجه های آشنا را دارند و واجه های جدید را می توانند با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی به منابع باز آموزشی و, و کتاب های قصه برای کودکان، و سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید. روز روزگارتان بخیر.